الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سلام ودرودة الله متعال شما دوستان عزیزان سلام آية يزن محرم هست منظورتون از محرم از یزنه فکر کنم که با جناق و هم داماد باشه از نظر شهری محرم نیست با جناق شما محرم خانم شما نیست به تعبیر دیگر کسی که یک جای داماد می شود به خواهر خانمش از نظر شهری محرم شمرده نمی شود یا همچنین مثلا داماد شما که به شوهر خواهر شما هست از نظر شری محرم شما نیست با هم دیگر کاملا نامحرم هستید آیا شخصی که شیعه است درباره نحوه چیدمان سوره های قرآن هم توضیح دهید که چرا به همان صورتی که نازل شده نوشته نشده اولین سوره نازل شده بر پیامبر سوره علق هست ببینید ترتیب سوره ها بر اساس این تعیین شده که یک امر اجتهادی هست یک امر اجتهادی هست به خاطر احکامی که در این زمینه نازل شده بر رسول الله صلی الله علیه و سلم طولانی بودن کوتاه بودن سوره ها بنابر محتوای سوره ها و احکامی که در آنها ذکر شده این یک امر در واقع که بر اساس مشوره صحابه رسول الله صلی الله علیه و سلم انجام گرفته و خود رسول الله صلی الله علیه و سلم در این زمینه امری رو صادر نکردند که حتما باید سوره ها به ترتیب نزول باشد یا به ترتیب در واقع دیگری باشد و عملا اگر سوره ها رو به ترتیب نزول هم که به سلام ترتیب بدهیم امکان ندارد که سوره ها و آیات را بر اساس ترتیب نزول ما تنظیم بکنیم زیرا که در آیاتی مثلا هست که متفاوت هست وقت نزولشون متفاوت هست و وقتی که آیه نازل می شده رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرمودند که این آیه را در فلان سوره و میان فلان و فلان آیه شما قرار بدهید این توقیفی هست از جانب رسول الله صلی الله علیه و سلم در واقع بیان شده اما خود ترتیب سوره ها توقیفی نیست پس بنابراین هم وقتی که در نماز انسان نماز میخوند مراعات کردن ترتیب لازمی نیست اگر کسی ترتیب را مراعات نکرد گونه که خود رسول الله صلی الله علیه وسلم هم برخلاف این ترتیب احیانا تلاوت میکردن مانند حدیث حضرت حذیفه رضی الله تعالی نو در نماز هیچ اشکالی به وجود نمیاد من پانزده سالمه عاشق دختریم آیا عاشقی در این سن گناه هست؟ خود عاشقی گناه نیست عاشقی در اختیار نیست که بگیم که گناه هست یا ثواب هست اما رفتار شما گفتار و کردار شما بعد از عاشقی اگر خلاف دستور الله متعال باشد اون هست که حکم گناه هست یا گناه نیست به اون تعلق میگیرد اگر واقعا عاشق شدید دوست دارید هم دیگر را راه قانونی و شرعی و عرفیش این است که بروید رسما از اون دختر از پدر و مادرش در واقع خواستگاری بکنید نه این که به بهانه دوستی و محبت یا عشق رابطه پنهانی داشته باشید رابطه پنهانی به هیچ عنوان مورد تایید نه مورد تعیید شرح هست و نه هم عرف آن را در واقع میپذیرد در مورد سحر و جادو هم نظری بدید کسی که بر ما و زندگی ما دعا و تلس کرده چه کنیم بر اون در این مورد من کاملا در کلیپی هست در پیج هست کاملا توضیح دادم که برای این که جادو را باطل بکنید چه کار باید بکنید بعضی ها رو دیدم نمازشون نشسته میخونند آیا نمازشون قبول میشود متاسفانه یعنی برخی از مردم فکر می کنند که نشست خواندن برخی از نمازها سنت هست و چون این چیزی نیست نشست نماز خواندن هیچ نمازی سنت نیست ایستاد نماز خواندن در نمازهای فرض این رکن است باید حتما ایستاده خوانده بشوند اگر کسی بدون عذر نماز فرض را نشسته خواند نمازش باطل هست قبول نیست اما در نمازهای سنت جایز هست که کسی نشسته نماز بخواند منتها نماز نشسته سوابش نصف ثواب به صورت در حالت ایستاده هست و سعی بکنید که میشه در حالت ایستاده نماز بخوانید مگر اینکه عذر شرعی داشته باشید بهترین راه باز کردن چشم سوم چیه شیخ نه چشم سومی در کار نیست چشم سوومی در کار نیست اینا تبلیغات انسانهای گمراه و به اصطلاح هست که میگن فلانی نمیدونم چشم برزخی داشته فلانی نمیدونم چشم چشم سوومی داشته نه چون این چیزی وجود نداره فراست هست این که انسان مؤمنی احیانا مثلا یک چیز رو تخمین میزند که فلان اتفاق میافتد با فن فراست خودش بر اساس تخمین و حدس و گمان خودش یک حرفی رو میزند و الله متعال امکان دارد که دقیقا همون اتفاق بیفتد این چشم نیست و این گونه نیست که فردی که به اصلاح به قول معروف گفتن چشم سوم دارد یا فراست دارد این که هر چیزی رو در آینده ببینه نه چون این چیزی نیست احیانا به عنوان کرامت از جانب الله متعال به یک انسانی مثلا فراستی داده می شود یک حرفی رو می زند که مثلا فلان اتفاق مثلا می که به فلان جا ختم می شود می بینیم که همون اتفاق افتاد معنیش این نیست که این دیگه چشم داره چشم برزخی داره و چشم سوو داره و همه چیز در آینده از آینده خبر داره نه چون این چیزی مطلقا وجود دارد. حتی رسول الله صلی الله علیه و سلم چشم سومی نداشتند به این معنی و چشم نمیدونم برزخی نداشتند که آینده را ببینند آینده را رسول الله صلی الله علیه و سلم نمی نمیدیدند مگر در مواردی که از آینده توسط وحی و به عنوان یک معجزه به رسول الله صلی الله علیه و سلم خبر داده شده اون یک بحث کاملا جداگانه هست اون ربطی هم به علم غیب در واقع ندارد یک سوال داشتم که خیلی برام مهم هست که جوابم را بگیرم این که موقع نماز در انگام تشهد دور دادن انگشت شهادت مهم است که باید دور بدیم به خاطری که من هفت الا هشت سال من دقیقا متوجه سوالتون نشدم که دور دادن انگشت به اشاره حتما اشاره یعنی دور دادن به این مقدار یعنی اشاره کردن در نماز است به صورت کلی تحریک سبابه در روایات رسول الله صلی الله علیه و سلم اومده ذکر شده از رسول الله صلی الله علیه و سلم و شیخ البانی رحمت الله همین روایت رو تصحیح کرده اما جمهور نظرشون بر این است که اشاره بکنند معمولا روایاتی که در این زمین آمده این است که رسول الله صلی الله سلم اشاره کردن. اشاره می کردند یحرکها و یدعو بها که با این دعا می کردند رسول الله صلی الله علیه وسلم یعنی وقتی که در تشهد دعایی می مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا در همین وقتی که دعا می کردند این انگشت را به این گونه تکان میدادند و در فقه حنفی و به صورت کلی گرفتن انگشت در از در سنت رسول الله این این گونه هست که این دو تا سه تا انگشت را به صورت قفل می کردند رسول الله بستند و این گونه این دو انگشت را به این کیفیت با هم دیگر نگه می‌داشتند یعنی پنجاه و سه در واقع نوشته می‌شد پنجاه و سه در واقع با انگشت خودشون به صورت این نقش می‌بست و به صورت کلی در فقه حنفی اومده که اشاره رو بالا نگه دارند و تمام این صورت ها درسته در این زمین شما نباید حساسیتی رو داشته باشید اگر کسی بر حدیثی عمل میکرد و انگشت خودش را تکان میداد، داد در این زمینه نباید افراد بشود اینها مسائل به اصطلاح فرعی هست مسائل اجتهادی هست و برخی از علما بینیم که یک روایتی رو مثلا صحیح نمیدونستن برخی دیگر رو صحیح میدونستن و در این زمینه نباید که افراط و تفرید بشه و در کل جایز هست هم تحریکش جایز هست و هم به صورت ثابت نگه داشتنش جایز هست و همین که شما اشاره بکنید به این کیفیت و دعا بکنید با انگشت اشاره وقتی که دعا میکنید تکانش بدید از نظر شرعی اشکالی نداره درست هست آیا هیچ عذری در کفر و شرک اکبر وجود دارد؟ اگر منظورت این است که کسی مرتکب کفری شده باشد یا شرکی شده باشد عذری وجود دارد؟ بله عذر وجود دارد و اصل در اینجا اتمام حجت هست اصل در اینجا اتمام حجت هست اگر فرض بکنیم که یک فردی مثلا در یک محیطی در یک جایی در یک کشوری مثلا بزرگ شده نمیدونست که فلان کار مثلا شرک هست اون کار رو انجام میداده این در واقع معذور شمرده میشه از زیر حکم شرعی به اون نرسیده اما در مواردی که تبلیغ شده بیان شده اتمام حجت شده در اینجا دیگه عذری باقی نمیماند ما که شیعه هستیم از صحبت های شما استفاده بکنیم چرا نمیتوانید حرف خوب و حرف منطقی و حرفی که از قرآن باشه از رسول الله صلی الله علیه وسلم باشه و ما معمولا بدون از افراد و تفریط و بدون تعصب و تنگ نظری معمولا این مسائل را بیان میکنیم هر کسی میتواند که بر این مطالب عمل بکند آیا گناه کسی که گناهش را شکسته چیست؟ منظورت این است که توبه اش را شکسته انسان باید سعی بکنه تا وقتی که توبه کردید سعی بکنیم که بر توبه خودمان باقی بمانیم اما حالا به هر دلیلی اگر توبه ما شکست معنیش این نیست که دوباره دیگه راه برگشتی نداریم نه اگر توبهتان شکست باز هم دوباره توبه بکنید باز هم دوباره توبه بکنید در روایتی هست که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که الله متعال از پذیرفتن توبه شما خسته نمی شود یعنی اگر هزار بار توبه بکنید و توبه بشکنید باز هم صادقانه توبه بکنید باز هم الله متعال توبه شما را میپذیرد معنی حدیث این است که شما از توبه کردن نباید خسته بشوید وگرنه الله متعال از پذیرش توبه خسته نمی شود کسی که مریض است و مشکل خاصی دارد می تواند نمازش را نشسته بخواند بله کسی که نمیتواند تواند ایستد و مشکلی دارد عذری دارد نمازش را نشسته بخواند هم نماز فرض و هم نماز سنت را نشسته بخواند معذور هست و ثوابش هم کامل هست آیا گوشت مرغ که در ایران ذبح می شود حلال است در حالی که نمی فهمم که الله اکبر گفته شده است یا خیر لازم نیست که الله اکبر گفته شده باشد همین که یک مسلمانی آن را ذبح می کند و معمولا نام الله را می برند در هنگام ذبح کردن از نظر شرعی جایز است ولی این که با دستگاه ذبح شده باشد کشتار سنتی باشد وقتی که همون کسی که دستگاه را رو روشن می کند یا بالای سر به مباشر این کار هست و بسم الله می گوید از نظر شرعی این زبیه حلال هست و هیچ گونه اشکال شرعی در این زمینه وجود ندارد برنامه ای هست که وقتی از فروشگاهی خرید می کنیم یک سری امتیاز می دهد امتیاز رو می توانیم پول نقد بگیریم یا وسایل یا وسایل آیا گرفتنش درست است بل اشکالی ندارد اگر فروشگاهی بگونه ای هست که وقتی شما از اون خرید می کنیم به شما نقاطی می دهد و به شما امتیازاتی می دهد مثلا هر امتیازی به طور مثال فرض کنیم هزار تومن هست یا کمتر یا بیشتر هست و وقتی که امتیازتون زیاد شد میتونید که این امتیاز رو تبدیل بکنید به یک کالا از اون مغازه بیشتر خرید بکنید این از نظر شهری اشکالی نداره و این یک اصطلاح ترفندی هست رویشی هست برای کسب مشتری بیشتر و یک نوع تخفیفی هست در واقع از جانب خود فروشگاه یا در واقع یک نوع جایزی هم که حساب بکنیم از نظر شهری اشکالی ندارد شما در مقابل خریدی که از اونجا کردید به صلاح یک امتیازی به شما داده می شود. شما پول رو در مقابل پول عوض نکردید پس بنابراین یعنی شبهه ربا در اینجا وجود ندارد و از نظر شهری چون این کاری جایز هست هم برای صاحب فروشگاه و هم برای شما که خرید می کنید حکم عقب انداختن پریودی در ماه رمضان چیست جایز هست اگر خانمی به اصطلاح قرصی بخورد دارویی بخورد که پریودیش به تاخیر بیفتد و روزه بگیرد روزش صحیح هست روزش صحیح هست گرچه اولاتر و بهترین است که سعی بکنیم که بر همون طبیعتی که خداوند متعال برای ما قرار داده بر همون طبیعت باقی بمانیم زیرا که این قرص ها هم معمولا از ضرر و زیان خالی نیست و امکان داره که عادت ماهیانه شما رو نامنظم بکنند یا مثلا مشکلات دیگری برای شما به وجود بیاد بهتر است که استفاده نکنید اما اگر کسی استفاده کرد نماز و روزه اش صحیح است زکات طلا چگونه است طلا در صورتی که به مقدار نصاب برسد در صورتی که به مقدار نصاب برسد یعنی طلای شما 85 گرم طلای 24 ایار باشد یا 97 گرم طلای 21 باشد یا 113 گرم طلای 18 ایار باشد و یک سال کامل از اون تاریخی که این را خریدید بر آن بگذرد در این صورت زکات بر آن واجب می شود زکاتش را باید پرداخت بکنید و زکاتش دو درصد کل قیمت طلای شما هست کل قیمت قیمت بگیرید طلای شما چه اندازه به ارزش دارد دو درصدش یا تقسیم بر چل بکنید کل قیمتش را یک قسمتش را به عنوان زکات بدهید اگر کسی ذکر کنه در حالی که فکرش جای دیگر باشد اما زبانش ذکر میگوید درست است بله این هم ثواب دارد بهتر این است که به دل و جان با هم دیگر هماهنگ باشند زبان و قلب با هم دیگر هماهنگ باشند و با تدبر و با حضور قلب ذکر بکنیم اما اگر کسی ذکر میکرد و ذهنش جای دیگر بود از نظر شرید ذکرش درست است و ثواب هم انشالله دارد سلام و درود بر شما و علیکم السلام نماز نفل برای مرده ثواب دارد نماز نفل برای مرده ثابت نیست هیچ گونه دلیلی حدیثی در این زمینه از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل نشده که برای مردگان شما نماز نفل بخوانید چون این حدیث و روایتی وجود ندارد و این یک بدعتی است که متاسفانه ایجاد کردند و چیزی که پیامبر فرمودند این است که برای مردگانتون دعا بکنید برایشون صدقه بدید برایشون خیرات بدون... ب... بدهید برایشون حج و عمره انجام بدهید صدقه و وقف ایجاد بکنید صدقه جاریه به اونا بدهید برایشون بدهید در ساخت مسجدی مدرسه ای بیمارستانی مشارکت بکنید به نیت اینکه ثوابش به مردگان شما برسد و اگر هم که توانایی مالی ندارید بهترین مورد همون دعا کردن برای مردگان هست اگر زن و شوهر در ماه رمضان قبل از اذان صبح هم خوابی کنند و همینطور خوابیدن صبح که از خواب پا شدن و رفتن غسل کردن آی روزش قبول می شود یا خیر بله روزشون قبول هست یعنی اگر کسی شب در حالت جنابت خوابیده باشد و غسل نکرده باشد بعد از این که اذان صبح را گفت غسل بکند و نمازش را بخواند اشکالی ندارد روزشون درست است آیا کسی که چند قطره ادرار از ادرارش می ریزد می تواند امامت کند در مسجد اولاته رو بهتر هست کسی که به صلاح این مشکل را دارد به صلاح امامت نکند اولاتر و بهتر است که امامت نکند من تا از نظر حکم شرعی کسی که معذور هست یعنی به نمیتواند که وضوی خودش را کنترل بکند حکمش این است که برای هر نماز جداگانه وضو بگیرد و بعد از آن که وضو گرفت برد نماز بکند نمازش از نظر شرعی درسته ولو این کم ادراری چکیده باشد و بنابر قاعده ای که در این زمینه داریم هر کسی که وضویش برای خودش معتبر باشد نمازش برای خودش معتبر باشد برای دیگران هم معتبر هست اما احتیاط در این است که چون کسی امام نشود سلام عرض ادب نظافت در حمام هم... و روز باشی حکمش چیست اشکالی نداره حمام رفتن در هر صورت جایز است چه روزه باشی چی روزه نباشی نظافت یعنی زدن موی زدودن موی زائد بدن والا اینکه روزه باشی در حالت روزه از نظر شرعی هیچ اشکالی نداره جایز هست. آیا کفاره دادن به خواهر یا مادر درست است یا خیر کفاره دادن به خواهر درسته به خواهر درسته اما به مادر و به پدر و به فرزند دیگه بنا به اصلی که در مورد زکات هست به اونها تعلق نمیگیرد اما به خواهر و برادر اشکالی نداره قاری ما درباره کنیز که برای صاحبش حلال باشد معلومات بدین در زمان قبل این گونه بوده که کنیز به یکی از مواردی بوده که حلال بوده و ما میدونیم که در جنگ که در قبل از اسلام بوده در اسلام بوده امروزه هم وجود دارد غیر مسلمانان بر مسلمانان تجاوز می کنند جان و مال و ارز و آبرو را همه رو در واقع از بین می روند شریعت اسلامی در ابتدای اسلام یک محدودیتی در این زمینه قرار داد یک محدودیتی در این زمینه در واقع قرار داد یک حق و حقوقی رو برای کنیزان در نظر گرفت و در ضمن این در شریعت اسلامی در موارد زیادی آمده که کفاره ها رو آزاد کردن برده و غلام به بسلا... کنیز قرار داده شریعت اسلامی تا این که این نظام به صورت کلی در واقع فعلا به حدی رسیدیم که فعلا نه کنیزی وجود داره و نه برده ای وجود دارد و برای کنیز و برده در اسلام حق و حقوقی در واقع مراعات شده تن... بیان شده برخلاف این که در واقع در جنگ هایی که غیر مسلمانان بر مسلمانان در واقع پیروز می شوند می بینیم که هیچ گونه حد و مرزی رو قائل نیستند و هیچ گونه حق و حقوقی رو در این زمینه قائل نیستند و به جان و مال و ناموس مردم در واقع تجاوز می کنن. در مورد شغل مجسم سازی توضیح دهید در چه صورت حرام است؟ مجسم سازی در هر صورت حرام است. شغل مبارکی نیست. سعی بکنید که شغل دیگری داشته باشید. چرا اهل سنت حضرت علی را به عنوان جانشین پیامبر نمی دانند؟ جانشین پیامبر ما می دانیم. جانشین پیامبر هست. جز خلفای راشدین هست. اما این که بعد از پیامبر مستقیما جانشین ایشان نشد. مسلمانان به ابوبکر صدیق رضی الله تعالی رجوع کردند خود حضرت علی رضی الله تعالی در نهج البلاغه اینو میفرماید که من دیدم که مردم گروه گروه در واقع میشتافتند به طرف ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه و رسول الله صلی الله علیه وسلم در این زمینه نص قطعی و صحیح و صریح ندارند نه قرآن وجود داره که علی خلیفه بعد از رسول الله است و نه در احادیث رسول الله صلی الله علیه وسلم هیچ دلیل صحیح و صریح برای این که علی رضی الله تعالی عنه خلیفه بلا فصل رسول الله صلی الله علیه وسلم باشد وجود ندارد تمام آیاتی که در این زمینه استدلال می شود ما قبل و ما بعدش رو بخونید استدلال برای امامت باطل می شود و تمام روایاتی هم که در این زمینه هستند اگر سبب ورود اون حدیث رو شما بررسی بکنید می بینیم که هیچ دلالتی بر امامت ندارند جایگاه علی بلند هست، فضائل سیدنا علی بسیار زیاد هست و روایاتی که ما اهل سنت و جماعت از حضرت علی رضی الله تعالی عنه داریم خیلی بیشتر از روایاتی هست که از ابوبکر و عمر و عثمان داریم و بلکه بالاتر از این. خدمت شما عرض بکنم روایاتی که از ابوبکر و عمر و عثمان اهل سنت و جماعت دارند همه اینها را در یک کفه میزان بگذارید و روایات حضرت علی را در یک کفه دیگر بگذارید روایات حضرت علی از مجموعه روایات ابوبکر و عمر و عثمان بیشتر هست یعنی اینکه ما بیشتر دینمان رو از حضرت علی رضی الله تعالی عنه گرفتیم بنابر این که ایشان در واقع عمر بیشتری کردن در این زمینه فرصت بیشتری داشتن برای احکام شرعی و جزء اشره مبشره هست و جزء به اصطلاح خلفای راشدین هست از زیدگاه رسول اه اهل سنت و جماعت اما ما معتقد هستیم که ایشان از جانب الله متعال به عنوان خلیفه بلا فصل و امام تعیین نشدند این عقیده جا تمام مسلمانان هست غیر از شیعیان شیعه بر عقیده خودش اهل سنت بر عقیده خودش اما اهل سنت و جا... چون که در این زمینه دلیلی وجود ندارد ما معتقد به این نیستیم اما جایگاهش محترم فضایلش محترم نیازی نیست که ما برای سیدنا علی رضی الله تعالی عنه فضیلت سازی بکنیم فضیلت های صحیح و ثابت ایشان کم نیستند نیازی به دروغ و به سلام جعل روایات در این زمینه وجود ندارد و درباره امامت هم خدمت شما عرض کردم اخیری اهل سنت و جماعت رو آیا تراشیدن زیر ابرو با تیغ گناه هست؟ بهتر است که از این کار به اصطلاح پرهیز بکنید با توجه به روایتی که در این زمینه آمده اما برخی از علما گفتند که با تیغ باشه این میگن اشکال نداره اما نظر بنده این است که تفاوتی نداره چه با تیغ باشه یا چه به به صورت کندن باشه حکمش یکی هست و از نظر شرعی جایز نیست بگویید که تغییر جنسیت آیا گناه است، بله تغییر جنسیت از نظر شرعی گناه هست و کلیپی رو اخیرا که امروز ما گذاشتیم در پیج ببینید از نظر شرعی حکمش رو بیان کردم آیا بر آب و غذا غذا نماز و قرآن بخوانیم و بعد بخوریم اشکال دارد؟ چطور بر غذا شما چطوری نماز میخونید نماز و قرآن میخونید؟ نماز خوندن بر غذا که ام، امکان پذیر نیست اما دعا کردن جایز هست یعنی اینکه شما سوره فاتحه را بخونید فوت بکنید بر روی آب و اون را بخورید به عنوان شفا این از نظر شهری اشکالی ندارد من پنج صفحه قرآن بلدم اگر که چند بار بخوانم اون صفحه رو را... پاداش زیاد خواهد داشت بله تفاوتی ندارد شما همین پنج صفحه رو که بلد هستید همین رو تکرار بکنید هر بار که تکرار بکنید برای شما ثواب میرسد و اگر مثلا پنج صفحه رو به صلا حفظ دارید یا بلد هستید که از رو بخونید مثلا همین الان قران مثلا 400 و 604 صفحه هست شما همین پنج صفحه رو مثلا 604 مرتبه خوندید که و 604 صفحه بود مانند این است که شما قرآن رو ختم کرده باشید وقتی که تعداد کلمات و حروف در واقع به اندازه کل قرآن شد یعنی اینکه شما در واقع ثواب کامل ختم قرآن به شما خواهد رسید و رسول الله صلی الله علیه وسلم بنا بر روایت عبدالله ابن مسعود فرمودند که هر کسی قرآن تلاوت بکند در مقابل هر حرفی الله مطال به اون ده حسنه میدهد هر حرف حرفی به ده حسنه هست حسن. مثلا الف فرمودند که من نمیگویند که الف لام میم یک حرف است بلکه الف یک حرفه لام یک حرفه و میم در واقع یک حرفه آیا روز سینزده درست است که بیرون برویم اگر منظورتون از سینزده بدر این است که شما معتقد هستید بر سینزده بدر یعنی این که روز نمیدونم سینزده هم نحس هست باید از خونه بروید برای اینکه که ضرر و زیانی به شما برسد نه چون این چیزی جایز نیست چون این چیزی جایز نیست و روز سینزده هم و عدد سینزده از نظر شرعی و از نظر عقلی و از نظر حقیقی هیچ گونه نحوستی ندارد اما اگر اتفاق افتاد مثلا در روز سینزده هم در روز سینزدهم شما مثلا روز تعطیلی بود رفتید به باغ خودتون یا رفتید برای تفریح بدون اینکه نیتی برای تجلیل نوروز داشته باشید یا برای این عقیده را داشته باشید این از شما گناهکار نیستید شما گناهکار نیستید مثلا روز تعطیلی هست شاید فرصت روز دیگر فرصت نشود به این خاطر اگر بروید گناهی رو مرتکب نشدید اما اگر منظورتون این باشد که روز 13 هم باید بریم بیرون و روز 14 هم نمیدانم 13 به در و 14 به تو و نمیدانم این باورها و خرافات رو اگر معتقد باشید این از نظر شری درست نیست آیا میتون فطریه خود را از شهرستان خود به یک نفر در شهرستان دیگری داد ولی بله اشکالی نداره تفاوتی نداره که شما فطریه رو به در شهر خودتون بدید یا اینکه مثلا اونو بفرستید به یک شهر دیگر برای فقیری دیگر از نظر شهری اشکال نداره به هر جا که بفرستید درست هست آیا دست بسته نماز بخوانیم یا دست باز تفاوتی نداره دست بستن و دست باز کردن در نماز این جزء سنت هاست جزء سنت های نماز است اهل سنت و جماعت با توجه به روایاتی که در این زمینه وجود دارند معتقد بر این هستند که بستن دسته ها سنت هست بستن دسته ها در نماز سنت هست و تمام علمای اهل سنت و جماعت این عقیده رو دارند. منتها برخی هم در این زمینه نظر داره مثلا مذهب حنبلی مذهب مالکی نه خود امام مالک رحمت الله علیه مذهب مالکی این است که مثلا دست باز نماز میخونند شیعه ها دست باز نماز میخونند خوارج یا امروزه عبادی ها دست باز نماز می خونند اما اهل سنت و جماعت نظرش این است که دست بسته باشد این اولاتا رو بهتر است سنت این هست اما اگر کسی بنا بر دلیلی دست باز نماز خون نمازش درسته این گونه مسائل مسائلی نیست که اینها رو باید کلیک بکنیم و ولا و برا بر اینها باشه چیزی که در حد مستحب هست در حد به سلام سنت هست خب همه معتقد هستیم ما معتقد هستیم اگر کسی دستش رو باز کرد نمازش اشکالی نداره نمازش درست است اما اگر دستش را ببندد بنابر عقیده ما روایاتی که اهل سنت و الجماعت دارند این اولاتر و بهتر است. آیا شخص بعد از خود ارزایی می تواند چیزی بخورد یا خیر باید به روزش ادامه بدهد و کفاره روزه هم بگیرد اگر کسی در ماه رمضان یعنی در حالت روزه خود ارضایی کرده روزه شکسته روزش باطل شده و باید به جایش یک روز دیگر روزه بگیرد هر کسی به هر دلیلی در ماه رمضان اش را رو بشکند چه به صورت خوردن باشد یا نوشیدن باشد یا خود ارزایی باشد یا مثلا استفراغ عمدی باشد هر یکی از شکننده های روزه را رو که عمدن انجام بدهد اش شکسته و باید به جای اون روز یک روزی دیگر قضا بیاورد منتها فقط یک موردی داریم که بنابر تصریح رسول الله صلی الله علیه وسلم هم قضا دارد و هم کفاره دارد و آن هم بستری در حالت روزه هست اگر زن و شوهری در حالتی که روزه بودن هم بستری کردند روزهشان شکسته یک گناهکارند یک روز دیگر باید قضا بیاورند و اضافه بر قضا باید شست روز پشت سر هم را به عنوان کفاره روزه بگیرند و اگر نتوانستند که کفاره به سر روزه بگیرند حکمش این است که به جای این کفاره باید کفاره درجه دومش مرحله بعدی این است که به شست مسکین غذا بدن یعنی هر نفرشون اگر زن هم راضی بوده هر دو نفر باید کفاره بدن و اگر می توانند هر نفر 60 روز پشت سر هم روزه بگیرن و اگر نتوانستن روزه بگیرن هر نفرشون جداگانه به 60 نفر مسکین باید غذا بدن و مجموعا 120 نفر باید غذا داده بشه و این روایت صریح است و یک فردی اومد در محضر رسول الله صلی الله علیه و سلم و گفت یا رسول الله هلکت یا رسول الله من هلاک شدم خودم رو تباه کردم پیامبر فرمودن چی شده مگر چه کاری انجام دادی گفت که مثلا در روز رمضان در نهار و روز رمضان در حالت روزه با همسرش هم بستر شده رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود آیا برده ای داری که آزادش بکنی یعنی در مرحله اول این است که برده آزاد بکنیم برده داری که آزاد بکنی گفت نه یا رسول الله من جز همین گردن خودم که اختیارشو دارم صاحب رقبه دیگری و برده دیگری ندارم من کجا و برده کجا رسول الله صلی الله علیه و سلم رفتن در جای بعدی یعنی حکم بعدی آیا میتوانی 60 روز پشت سر هم روزه بگیری گفت که نه یا رسول الله نمیتونم پشت سر هم 60 روز رو روزه بگیرم و بنا بر برخی از روایت اومده که همین بلایی که سر من اومده به خاطر همین روزه بوده من کجا میتونم 60 روز پشت هم روزه بگیرم اینم رو نمیتونم رسول الله صلی الله علیه برای مرحله سومش کفاره مرحله سومش فرمودند که آیا میتوانی 60 مسکین رو غذا بدی به عنوان کفاره گفت یا رسول الله من توی شام شب خودم موندم من کجا میتونم 60 مسکین رو غذا بدم خب یعنی این که عملا این فرد دیگه یعنی فقیری بود که هیچ راهی نبود تنها چیزی که میتونه ظاهرا این بود که همبستری کرده بود دیگه کاری دیگه از دستش بر نمی اومد. کفاری نمیتونست بده رسول الله صلی الله علیه وسلم نشسته بود که یک فردی اومد یک زنبیل خرما آورد یک زنبیل خرما گفت یا رسول الله اینا صدقه از در راه الله اینا رو به مردم در همون جلسه رسول الله صلی الله علیه و فرمودند که کجاست اون سائل کجا رفت همین بنده خدایی که اومده بود برای قضیه شریع خودش و کفاره خودش کجا رفت گفت منم یا رسول الله گفت خب بیا این زنبیل خورما رو بگیر ببر تقسیم بکن در میان فقرا ببینید بعد از این چی گفت گفت یا رسول الله اعلا افقر منی آیا بر فقیرتر از خودم اینها رو بدم خودم فقیرم یا رسول الله به خدا قسم در شهر مدینه از من و فقیرتر نیست <applause> رسول الله صلی الله علیه وسلم خندیدند توسط می فرمودند خب برو دیگه تو رو میخوان چی کارت بکنیم برو خودت اینا رو بخور و خودت و خانواده خوش به حالش هم کارشو کرده بود و هم از کفاره نجات پیدا کرد و هم اینکه شام شب گیرش اومد اما شما این گونه نیستید از نظر شهری ارز کردم که فقط در این مورد فقط در این مورد در صورتی که زن و شوهر هم بستری کرده باشند کفاره هست در صورت های دیگر به صورت دیگر کسی روزش را بشکند نظر جمهور این هست که کفاره ای وجود ندارد فقط قضا هست منتها در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه گفتند که هر کسی به هر نحوی حرمت رمضان را بشکند باید کفاره بدهد این جز مسائل خاص مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه هست اما مذاهب دیگر نظرشون بر این است که نه چون که در حدیث فقط برای جما و همبستری کفاره آمده پس بنابراین به همون مقدار باید یعنی بسنده کرد حکمش منحصر به همبستری هست اما در مذهب احناف اینو قیاس کردند خوردن و نوشیدن و استمنا و استفراق عمدی و موارد دیگر را قیاس کردند بر همون حالتی که خدمتش شما عرض کردن بر این حدیث خواندن هشت رکت نماز تراویح در خانه برای خانم ها آیا جایز هست؟ بله جایز هست هیچ اشکالی نداره. هشت رکت تراویح هم از نظر شرعی ثابت هست و جایز هست. و حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بنا برخی, از روایات مانند روایت صاحب ابن یزید از در موطا امام مالک که ایشون دستور دادند که در رمضان هشت رکت نماز بخونند که به اضافه به صلاح همون یازده رکت در واقع می شود و همچنین ثابت هست که عبی ابن کعب در زمان حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بیس رکت نماز تراویح می کندند. هر دوتاشون ثابت هست هر دوتا ثابت است اگر خانمی در خانه به جای 20 رکت نمیتونست بخواند هشت رکت خون از نظر شریع اشکالی ندارد و انشاءالله قیام شب برایش حساب می شود چرا صدر اسلام بر کنیزان حجاب واجب نبوده مگر آنها مسلمان نبودند خب این یکی از مواردی هست که به صورت تفاوت در احکامی هست در این زمینه تفاوتی در احکام بسیاری از احکام کنیزه ها به متفاوت بوده با احکامی یعنی این هم اگر جرم و جنایتی میکردن به تصریح قرآن مجازاتشون نصف بوده و هم در بسیاری دیگر از احکام شریع با هم دیگر متفاوت بودند یکی از مواردی که تفاوت داشتن این بوده که بر کنیزه ها حجاب بسلا یعنی واجب نبوده و حتی حضرت روایت صحیح داریم در این زمینه از حضرت عمر رضی الله تعالی نو که بسلا اگر کسی رو میدیدند که کنیزی که مثلا مثل بخیه لباس پوشیده بود و مثلا سر خودش رو پوشیده بود میگفت که نه این چادر رو روسری رو بردار و خودت رو شبیه به بسلا زنان آزاده نکن و نظر بنده این است که در این زمینه هم این جزء تفاوت هایی هست یعنی حجاب اجباری برای غیر مسلمانان در واقع در کار نیست برای غیر مسلمان اگر که یک زن غیر مسلمانی و آمد مثلا در کشور اسلامی ما الا و بلا مجبورش بکنیم که با زور شلاق باید روی سرت روسری داشته باشید نه چون این چیزی بنابر این مطلبی که عرض کردم مواجب نیست اما حکومت اسلامی اگر صلاح دید برای تنظیم نمیدانم امور و بسلا بقیه مسائل شرعی اگر که در این زمین اقدامی کرد اون یک بحث جداگانه هست آیا از استفاده از با استفاده از برنامه قرآن کامل در موبایل به وضوع نیاز است نه اگر کسی از روی موبایل قرآن تلاوت می کند لازم نیست که وضو داشته باشد و صفحه موبایل شما که وقتی که صفحه رو برمیگردانید و لمس می کنید این به معنی لمس کردن قرآن نیست زیرا که عملا در گوشی شما قرآنی وجود نداره که هر حروفی باشه و کاغذی باشه و نوشته باشه فقط یک صفحه و یک مانیتوری هست و حکم قرآن را ندارد خسته نباشید زکات پول پیش خانه باید داده شود بله اگر پول پیش یا همون رن اگر در صورتی که به مقدار نصاب رسیده باشد و یک سال کامل بر آن گذشته باشد از نظر شرعی زکات دارد سیگار روزه را رو باطل می کند بله روزه را رو باطل می کند سیگار و دخانیات شکننده ی روزه هستند در مورد عمل بینی هم لطفا بگید بارها گفتیم عمل بینی اگر بنابر نیاز باشه برای رفع بسلا عیب باشد جایز هست اما برای تغییر شکل باشه که تغییر خلقت الهی هست بدون اینکه که عیبی وجود داشته باشه در این صورت اشکال شری دارد و جایز نیست اگر کسی شب رمضان با همسرش هم بستر شود و در حین انجام اذان صبح بگوید باید چه کار کنیم؟ خب اینو جواب دادم کلیپش در پیج هست همین یکی دو روز گذاشتیم ببینید مفصلا توضیح دادم یک زن حامله که خیلی ضعیف است و بزور روزش را نگه می دارد و در کل, کل روز حالت استفراغ دارد آیا حتما باید روزه بگیرد یا کفاره بعدن بدهد؟ نه برای زنی که نمی تواند روزه بگیرد زنی که نمیتواند روزه بگیرد آیا به دلیل اینکه حامله و باردار هست یا به دلیل اینکه بچه شیرخوار دارد این حکمش حکم مریض هست حکم انسان بیمار هست در صورتی که نمیتواند روزه بگیرد ویارش خیلی شدید هست در طول روز خیلی استفراغ میکند به اندازه ای که ناید روزه گرفتن را رو ندارد توان روزه گرفتن را رو ندارد واجب نیست که روزه بگیرد فعلا موقتاً روزه نگیرد بعدها روزش را قضا بیاورد روزش را بعدها بعد از وضع حمل قضا بیاورد و اگر نمیتواند که نه الان و نه بعدا هم نمیتواند که روزه بگیرد حکمش این است که بعد از آن فدیه بدهد نماز نفل به چه صورت است نماز نفل مثل این نمازهای دیگر هست سهولت خاصی نداره مانند دو رکعت نماز صبح رو شما چطوری میخونید دو رکعت نماز صبح رو چطوری میخونید تکبیر میگویید و حمد سوره رو میخونید و رکوع میکنید و سجده میکنید و بلند میشوید و دوباره حمد سوره رو میخونید و رکوع میکنید و بعد به سجده و بعد بلند میشوید و اتحیات رو میخونید و بعدش درود و دعا و سلام نماز نفل این گونه هست هیچ تفاوتی نداره نفل بودن و فرض بودن و سنت بودن این فقط در به صلاح نیت هست و نیت این که شما وقت نماز فرض نیست خودتون دلتون میخواد بلند بشوید درکت نماز بکنید بدون این که قید بکنید که این نماز نفله یا سنته نماز نفل یعنی نماز غیر از فرض نماز غیر از فرض باشه این واجب نیست بر شما یک نمازی هست که اضافه خودتان میخواید بخونید دقیقاً کیفیتش همون خواندن نماز فرض هست و هیچ گونه تفاوتی نداره نفل از بین خاطر که فرض در واقع نیست یک نماز اضافی که هست که شما میخونید نیت خاص و جداگانه نداره تلفظ کردن ای نیت و نیت خاصی با زبان گفتن لازم نیست نماز بدون وضو حکمش چیست نماز بدون وضو باطل هست نماز بدون وضو باطل هست امشب شب قدر هست بلی یکی از شبهای های قدر هست احتمال داره که شب 21 شب قدر باشه احتمال دارد که شب 21 شب, شب, شب قدر باشد رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که شما شب قدر را در شب های فرد دهه اخیر رمضان جستجو بکنید احتمالا امشب هم یکی از شب های قدر هست که اون را احیا بکنید آیا واجب هست روز رمضان زن و مرد با هم بخوابند؟ منظورتون این است که جایز هست با هم بخوابند بله خوابیدن جایز هست با هم بخوابند اما همبستری جایز نیست یعنی عمل جماع و مقاربت انجام ندهند اما این که کنار هم بخوابند از نظر شهری اشکالی نداره جایز هست هم در روز رمضان و هم در شب رمضان اگر کسی جنوب باشد میتواند در تحصیل جنازه شرکت کند یا خیر در تشییع جنازه می تواند شرکت بکند اما در نماز جنازه نه کسی که در حالت جنابت هست انسان در حالت جنابت جایز هست که به قبرستان برود برای زیارت قبرستان لازم نیست که حتما انسان پاک باشه اگر زن پریود باشه یا نمیدونم مرد در حالت جنابت باشه وضو نداشته باشه رفتن به قبرستان جایز است اما خواندن نماز میت و نماز جنازه در حالت جنابت درست نیست حتما باید قبلش غسل بکنه من بعد از نماز استخاره خواب نمیدیدم و هنوز قلبم یعنی دو دل هستم لازم نیست که بعد از نماز استخاره شما خواب ببینید این تصور نادرستی هست که هر کسی استخاره بکند حتما خواب میبیند که این کار را انجام بدهد یا انجام ندهد نه این لازم نیست بعد از نماز استخاره شما تصمیم بگیرید انشاءالله تصمیمیتون درسته به کدوم طرف شرح صدر شدید دل شما بیشتر به کدوم طرف رفت و کدوم کار به نظرتون آقلانه تر و بهتر بود اون رو انجام بدید انشاءالله که ضرر و زیان نمی کنید. لازمش این نیست که حتما بعد از این که نماز استخاره خواندید حتما باید خواب ببینید که باید چه کار بکنید و چه کار نکنید روز قدیر پس چیه؟ روز قدیر روزی بود که بنابر اختلافی که در میان حضرت علی رضی الله تعالی و تعدادی از کسانی که در یمن بودند با حضرت علی رضی الله تعالی و اختلاف نظری وجود داشته بود و حضرت علی رضی الله تعالی بنابر برخی از روایات یک کنیزی رو برای خود انتخاب کرده بودند در اون جنگ و یک سری حرف هایی شده بود بین اون و خالد یا برخی دیگر از صحابه و دلگیری به وجود آمده بود رسول الله صلی الله علیه وسلم وقتی که به هم رسیدن در جریان قدیر خم این اعلام کردند که فمن کنت مولا فهاد علی مولا هر کسی که من دوست او هستم پس باید با علی دوست باشد و کدورتی نباید در قلبش باشد و این به معنای اعلام ولایت و امامت نبوده و حتی خود همین لفظ مولا را لفظ مولا رو امینی در کتاب القدیر خودش بیشتر از ده مورد معنی آورده که این معانی مول مولا خیلی متعددن چندین مولا داره مولا به معنی سرور هست مولا به معنی دوست هست مولا به معنی ولی هست مولا به معنی خیلی معنی های دیگری رو دارد اگر رسول الله صلی الله علیه سلم با اون حکمتشون با اون فراستشون با اون بلاغتی که داشتن میخواستند که امامت را اعلام بکنند میفرمودند که علی بعد از من خلیفه و جانشین من و امام شماست میتونستن سراحتا این اعلام بکنند اما در هیچ روایت صحیح و صریح چنین چیزی رو اعلام نکردند عقیده شیعه برای خودشون مبارک هست اما اهل سنت و جماعت هم بنابر آنچه که صحیح هست و واقعیت دارد معتقد به امامت منسوسه از جانب الله متعال برای علی و برای ائمه اثنا عشر نیستند من خانومم را چهار بار گفتم برو از خونه بیرون سوالتون رو کامل نخوندم و رفت خب این که شما به خانم خود کسی به خانم خودش گفته باشه که از خونه برو, برو بیرون از خانه برو بیرون این لفظ برای طلاق سریح نیست لفظ از طلاق برای طلاق سریع نیست امکان داره کسی به خانمش بگید که خب از خونه برو بیرون یعنی این که من فعلا عصبانی هم حوصله جربست ندارم برو تا مشکل دیگری پیش نیومده از خونه من برو بیرون خب این یکی از معنی هست یکی از معنی این است که خب برو خونه پدرت فعلا تا بعدا قضیه را حل بکنی و یکی از معنی این است که تو طلاقی از خونه من برو لفظ کنایه هست لفظ سریحی نیست به معنی طلاق نیست اگر کسی لفظ کنایه را به کار ببرد نیتش طلاق بوده طلاق واقع می شود اما اگر نیتش طلاق نبوده شما می خواستید که من می خوام تنها باشم یک مقدار آرامش داشته باشم و به زنتون گفتیم فعلا برو مثلا خونه من برو بیرون در این صورت طلاق واقع نمی شود. اما اگر نیتتون نیت طلاق بوده بینکم و بین الله در این صورت طلاق واقع می شود اگر کسی آب غرغره کند روزش باطل میشه یا نه نه با غرغره کردن روزه باطل نمی شود اما باید احتیاط بکنید در حالت روزه این کار رو انجام ندهید رسول الله صلی الله علیه وسلم در مورد استنشاق فرمودند بال فل استنشاق الا ان تکون سایما در مورد استنشاق یعنی آب به بینی بالا کشیدن این مبالغه بکنید یعنی در وقت وضو بینی خودتان را خیلی خوب و کامل بشوید مگر در صورتی که روزه باشید مگر در صورتی که روزه باشی با مزمزه یا با بهاصطلاه به استنشاق و همچنین غرغره کردن روزه باطل نمی شود اما احتمال این که آبی فرو برود خیلی زیاد هست پس بنابراین باید احتیاط بکنید. حکم فش دادن به خمینی حکمش چیست؟ نه خمینی و نه غیر خمینی اهل سنت و جماعت اعتقادی به فش دادن و اعتقادی به لعن و نفرین ندارند لعن و نفرین کردن جز اعتقادات و باورها و روش و منهج اهل سنت و جماعت نیست ما کسی رو نفرین نمی کنیم بلکه رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند که لا تسب الاموات شما دشمن اموات را مردگان را فش ندید ناسزان نگویید به کسی زیرا که مردگان به آن چه کرده اند رسیده اند اگر کسی خوب بوده به خوبی خودش رسیده اگر کسی بد بوده به بدی و گناه خودش رسیده و مجازاتش با الله متعال هست شما مردگان را دشنام ندهید این چیزی را عوض نمی کند فقط این کدورت ایجاد می کند خودتان گناهکار می در واقع و کسی مورد ظلم و ستم قرار گرفته باشه جایز هست که اعلام بکنه و دفاع بکنه از خودش ظلم و ستمی که برون شده اینو جار بزند و این رو جهانی بکند رسانه بکند این اشکالی ندارد اما دشنام دادن مردگان از دیدگاه اهل سنت و جماعت جایز نیست مولا جان جیب خالی چقدر زکات دارد زکاتش اینه که یک جیب دیگر درست بکن شاید که این جیبت برکت نداشت و جیب دومش شاید برکت داشته باشه انشالله الله مطال به همه کسانی که جیبشون خالی هست انشالله که جیبشون را پر از مال حلال بکند پروردگار کسانی را که نیاز دارند جیبشون خالی هست به تعویری شرمنده زن و فرزند خودشون هستند الله مطال رزق حلال و مبارک انشالله به همه شما عزیزان ما و شما انشالله که انایت بفرماید در مورد تزریق ژل و بوتاکس و احکام عمل عملهای بینی هم بگید اینو بارها عرض انج... کردم خدمت شما که تز... تزریق ژل و بوتاکس در صورتی که برای رفع عیب باشد در صورتی که برای رفع عیب باشد و همچنین عمل بینی در صورتی که برای رفع عیب باشد اشکالی ندارد کسی مثلا فرض کنیم فرو رفتگی در صورتش وجود داره یا در جای دیگری از بدنش اشکالی به وجود آمده تصادف کرده یا گوشتش مثلا به هر دلیلی در یک قسمتی مثلا کم شده آب شده گودی دارد میخواد اونو پر بکند به حالت اولیه برگرداند در این صورت از نظر شهری اشکالی ندارد حکم کندن بیزه های بز چیست؟ جایز هست از نظر شهری جایز هست برای این که اگر منفیتی برای شما داره و گوشتش مثلا بهتر میشه و خوشمزه تر میشه یا منفیتی دیگری شما در اون میبینید از نظر شهری اشکالی نداره بالاتر از این که بیزه هایش رو بکشید خودش رو بکشید هم جایزه دیگه بیزه کشیدنش که جای خود دارد من سیگار میکشم و روزه و نماز میخونم آیا قبول است؟ بله نماز و روزه اتون قبول هست اما در هنگامی که سیگار کشیدید نباید به مسجد بروید که با بوی این نام در واقع موجب اذیت آزار انسانها بشوید و رسول الله هم فرمودند هر چیزی که انسانها از آن اذیت میشوند فرشتگان هم اذیت میشوند و فرمودند کسی از شما که این به سیر خورده باشد تره و پیاز خورده باشد نزدیک مسجد ما نیاید در صورتی که دهانتون بوی سیگار میدهد جایز نیست که به مسجد بروید اما نماز روزهتون درست ان در شب های قدر باید چه نمازی بخوانیم نماز خاصی برای شب های قدر نداریم نماز خاصی که ویژه نماز, نماز که ویژه شب قدر باشد و کیفیت خاصی داشته باشد و مقدار خاصی باشد چون این چیزی وجود ندارد مطلقا هر که دلتون خواست نماز بخوانید هر چی دلتان خاص نماز بخونید و رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند من قام لیل القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه هر کسی که شب قدر را احیا بکند و با نماز بگذراند الله متعال گناهان گذشته را معاف می کند اما نماز خاصی و کیفیت خاصی نیست مثل همین نماز تراویح که میخوانید نماز قیام میخوانید دو رکعت دو بخوانید و سلام بدهید هر مقدار که خواندید که اشکال شرعی نداره و مشمول به قیام رمضان و قیام لیلة القدر خواهید بود آیا ناخون گرفتن روزه را رو باطل می کند؟ نه روز ناخون گرفتن چی اشکالی؟ چی اصلا ضرر و زیانی با روزه داره؟ ارتباطی با روزه ندارد جایز هست آیا فطریه پدر به فرزند میتواند بدهد؟ نه خیر فطریه و زکات به پدر و فرزند دادن جایز نیست. به فرزند خودتون ایدی بدهید. نه اینکه همون صدقه فطر رو هم در واقع بخواهید که از یک طرف هم ایدی داده باشید و از یک طرف هم صدقه فطر داده باشید. نه چون چیزی امکان پذیر نیست. صدقه فطر و زکات رو نمیشه به پدر و مادر یا به فرزند داد. من بعد از عرق خوردن توبه کردم نمازم قبول میشه بله انشالله نمازتون قبول هست نماز بخوانید نمازتون قبوله گردن به بری و زمه خواهی شد من ناخون و مجه میذارم وضو گرفتنم درسته یا نه؟ نه متاسفانه با ناکاشت کاشت ناخون و همچنین مجه هر دوتاشون سبب میشوند که به صلاح وضوع شما درست نباشد و نمازتون هم درست نیست بدون نماز تراویح روزه صحیح هست یا ضعیف هست صحیح هست روزهتون بدون نماز تراویح روزه درسته اگر کسی نماز تراویح نکنه حالا به هر دلیلی ربطی با روزه فرداش ندارد روزه فرداش یک حکم جداگانه و یک فرض جداگانه هست در وقت ناپاکی اگر آب نباشد اگر آب نباشد به جای اینکه غسل بکنید می تیمم بکنید در صورتی که آب وجود نداشته باشد و وقت نماز اومده شما جنوب بودید یا بیوزو بودید در یک جایی هستی بر رو بیابانی که آبی وجود ندارد یا اینکه فرض کنید آب وجود دارد آب یخه و طوری سرد هست که اگر شما غسل بکنید به طور مثال می میرید اگر نمی میرید هم در واقع خیلی اذیت میشید و به سختی بیمار میشید یا یک آب هست اما کسی به خاطر بیماری نمیتونه حساسیتی داره نمیتونه آب استفاده بکنه در این صورت ها جایز هست که به جای وضو تیمم بکنید آیا مسواک روزه رو باطل می کند؟ نه مسواک روزه رو باطل نمی کند اشکالی ندارد مسواک بزنید چه مسواک چوبی باشد چه با خمیردندان باشد از نظر شهری اشکالی نداره درست است حکم قرآن خواندن در قبرستان جایز نیست قرآن خواندن سر قبرستان از نظر شریح هیچ گونه دلیلی ندارد و بدعت هست و هم و فاتح خواندن هم برای مردگان ثابت نیست پیامبر صلی الله علیه و سلم برای هیچ ای حتی یک بار در زندگی هم با اینکه عزیزانش از دنیا رفتند برای هیچ کدام حمد و فاتحه نخوندند برای هیچ کدامشون ختم نگرفتند شما اهل سنت هستید پیرو رسول الله صلی الله علیه و سلم باشید کاری رو که پیامبر به عنوان عبادت انجام ندادند به عنوان مراسم عبادی و مراسم دینی انجام ندادند شما هم انجام ندهید اگر با دست راست استنجاب بکنیم گناه دارد خلاف سنت هست رسول الله صلی الله علیه وسلم دست راستشون رو گذاشته بودن برای خوردن و نوشیدن و برای کارهای خوبشون و دست چپ رو اختصاص داده بودند برای نظافت خودشون اگر کسی به صلاح مجبور بود دست چپش مثلا مشکلی داشت با دست راست خودش استنجا کرد گناهی برگردنش نیست اما خلاف سنت هست اما در صورتی که این مشکلی داشته باشد ارز کردم که گناهی وجود ندارد در غیر حالت ضرورت انسان نباید این کار را انجام بدهد آیا کمک خواستن از پیامبران یا از حضرت ها مشکل دارد؟ بله کمک خواستن مخصوص الله متعال هست. شما در زندگی خودتون باید یک مرزی بگذارید در میان الله و در میان بندگان الله و این مرز را الله متعال گذاشته. هر کاری که انجام دادنش برای الله متعال عبادت هست و به عنوان طلب ثواب و عبادت و تقرب به الله انجام میگیرد اگر آن کار را برای غیر الله انجام بدهید این میشود شرک این میشود شرک یعنی این که شما یک بنده ای را به اندازه الله و معبود خودتان به اندازه رب خودتان به جایگاه رب بالا بردید و این معنی شرک هست شما در نماز مگر چی میخوانید هر روز ایا که و ایاک نستعین این ایاک نستعین رو ترجمه بکنید از هر عالمی و از هر مشتهد و به صلاح مرجع تقلیدی بپرسید ایاک نستعین عمل کردن بر ایاک نستعین کجا هست ما در هر نماز به الله متعال وعده میدهیم و قول و قرار میگذاریم می که پروردگارا ما تنها تو را عبادت میکنیم و تنها از تو کمک میجوییم یعنی در مواردی که به صلاح از غیر الله متعال کاری ساخته نیست مانند کارهای دنیوی من از شما میخوام که یک لیوان آب به من بدید خب این عبادت نیست این عبادت نیست در این اشکالی هم ندارد زیرا که هر فردی میتواند که به من به صلاح لیوان آب بدهد اما اگر من فوق بگویم که یا رسول الله من الان تشنه هم. یک لیوان آب به من بده خب این دیگه مافوق اسباب هست پیامبر زنده نیست جلو روی من نیست که من بگم که یا رسول الله حاجت من را برآورده بکن یا رسول الله مثلا این کار رو برای من انجام بده طلب حاجت از غیر الله متعال شرک است زیرا که طلب حاجت عبادت هست استعانه و استغاثه در واقع استعانه در اموری که مافوق اسباب هست این عبادت مخصوص الله متعال هست و هر کاری رو که مخصوص الله متعال هست این حد و مرز رو باید مشخص بکنید پیامبر جایگاهش خیلی بلنده از تمام انسانها بالاتر هست بلکه از تمام به پیانبران پیامبران هم افضل و برتر تمام پیامبران هست اما باز هم حد و مرزی در میان الله و پیانبر وجود دارد طلب حاجت مخصوص الله متعال هست و از غیر الله متعال جایز نیست من شیش سال پیش سر حاملگی روزه نگرفتم باید کفاره بدم یا قضا بگیرم کفاره لازم نیست باید روز زودتر میگرفتید قضا بیاور اما اگر نمیتوانی قضا بیاوری در اون صورت همون فدیه بده کفاره نه همون فدیه بده آیا من که مذهب حنفی هست میتوانم از مذهب شافعی مثلا پیروی بکنم بر حکم عمل بکنم برای این اشکالی نداره اشکالی ندارد که شما که هنفی هستید در یک مسئله بر مذهب, مذهب شافی عمل بکنید رفتید مثلا جنوب رفتید رفتید کردستان از یک عالم شافعی مثلا یک مسئله ای رو پرسیدید و بر اون عمل کردید هیچ اشکالی نداره جایز هست هیچ اشکالی نداره جایز هست شما شافعی بودید رفتید بلوچستان رفتید خراسان از یک عالم پرسیدید که حکم فلان مسئله چی هست اون عالم بر اساس فقه خودش حنفی به شما جواب داد هیچ اشکالی نداره شما بر آن عمل بکنید بر شما واجب نیست که الا و بلا و مرده و زنده در هر حالتی باید هر کاری که بشود باید بر مذهب هنفی عمل بکنید اگر از مذهب هنفی خارج شدید یعنی اینکه از اسلام خارج شدید الا و بلا حتما باید مقلد مذهب شافعی باشید اگر در یک مسئله هم و از یک عالم دیگر پرسیدید از دین خارج هستید نه چون این چیزی وجود ندارد این محدودیت ها باید برداشته بشود این تعصب ها و این تنگ نظری ها رو باید برداریم تمام چهار مذهب اهل سنت و الجماعت پیرو قرآن و حدیث هستند عمل کردن بر هر کدام از اینها جایز هست شما یک فرد عامی عامی که میگویم یعنی فردی که سواد دینی ندارد با قرآن و حدیث آشنایی ندارد اهل اجتهاد و استنباط نیست و حتما باید مسائل شرعی خودش رو از یک عالم بپرسد شما به عنوان کسی که نیاز به سوال دارید از یک عالم سوال بکنید همون عالمی که به علمش بیشتر اعتماد دارید به تقوایش بیشتر اعتماد دارید به تجربه و توحدش بیشتر اعتماد دارید دلتون بیشتر به اون صاف هست از اون سوال بکنید و بر فر... هر که به شما فتوا داد بر اون عمل بکنید شما دیگه بری از هستید حتی علما فقها در کتابهای خودشون علامه شامی و دیگران احناف و غیر احناف نوشتند که آمی مذهب ندارد آمی مذهب ندارد لا مذهب له آمی مذهب ندارد به این معنی که آمی مذهبش مذهب عالمی هست که از اون سوال می کند هر عالمی که به شما فتوایی داد و شما اعتماد داشتید باور داشتید به حرفش بر اون عمل بکنید هیچ گونه اشکال و ممنوعیتی در این زمینه وجود ندارد این که متاسفانه برخی در گذشته در تاریخ مثلا به اندازه تعصب وجود داشته که به صلاح این چهار مذهب رو تبدیل به چهار دین کرده بودند در مسجد الحرام چار تا مثلا نماز برگزار میشد حنفی ها یک مرتبه نماز می خوندن و شافعی ها و بعدش حنبلی ها و مالکی ها هر یکی بعد از یکی دیگر نماز جماعت می خوندن و هیچ کدام از اینها پشت سر دیگری نماز نمی خوندن این نشان جهالته این نشان تعصبات مبغوز و مردودی هست که از دیدگاه شرعی اینا مردود هست هر چهار مذهب در اصول فقهی خودشون حداقل در چهار اصل اولیه اتفاق نظر دارند هیچ اختلافی وجود نداره تمام مذاهب چارگانه منبع اولشون در احکام شرعی اول قرآن هست و بعد از آن سنت صحیح و صریح رسول الله صلی الله علیه وسلم بعد از آن اجماع امت هست اجماعی که در زمان صحابه انجام گرفته بر یک مسئله اتفاق نظر داشتند و بعد از آن مرحله چهارم در واقع قیاس هست و این قیاس هم برمیگردد بر همین مسائل قبلی قیاس بر قرآن و حدیث صورت میگیره در این موارد تمام چهار مذهب اهل سنت و اتفاق نظر دارند هیچ اختلافی وجود ندارد الان احتمال دارد که در یک مسئله فرعی در یک مسئله جزئی به تفاوت دیدگاه وجود داشته باشه درباره بحث اولویت و غیر اولویت مثلا در طبق بندی کردن مسائل شاید اختلاف نظری وجود داشته باشه یکی از علما بگوید مثلا که آمین بلجهر گفتن اولاتر رو بهتر هست که جمهور اینو میگن هنفی ها میگن که نه آمین رو سررن بگید و آهسته بگویید این بهتر و اولاتر هست شوافه میگن هنگام بلند کردن دست ها به اندازه شا... شانه باشه یا جمهور مثلا نظرش این هست هنفی ها میگن یه مقدار بالاتر باشه خب در هر دو مورد حدیث آمده هر کدام را که شما عمل کردید هیچ گونه اشکالی ندارد این حد و مرزه ها را این مرزبندی ها برای این نیست و هر کدام از این مجتهدین که شما برای قول آن عمل کردید از نظر شرعی بری و ذمه هستید خب دوستان و بزرگواران و وقتم یه مقدار دیر هست و این که ما هم دیگه وقت نماز قیام کم کم داره شروع میشه و ننده از شما از محضر شما محضر میشم و انشاءال سعی میکنیم که در شبهای بعدی هم در شبهای دهه اخیر همین ساعت خدمت شما برسیم در شبهای اخیر انشاءالله ساعت نه نیم شب به وقت ایران انشاءالله سعی میکنیم که در خدمت شما باشیم و سوالات شما رو انشاءالله پاسخ خواهند داد خب تا اون زمان شما رو به الله متعالمی سوارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.